شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. شاه در کتاب انقلاب سفید میگوید تا چندی پیش ایران را فقط یک کشور کشاورزی میپنداشتند و از اهمیت صنعتی شدن و امکانات وسیعی که کشور ما در این زمینه دارد غافل بودند. ولی اکنون ما تصمیم داریم از این امکانات و شرایط برای صنعتی کردن مملکت حد اکثر استفاده را بکنیم. شاه در راه توسعه سریع و صنعتی شدن اصرار می‌ورزید و بالا رفتن درآمد نفت به یاری او آمد. اما سرانجام چون خط مشی درستی نداشت، به نظر داریوش و همایون یکی از وزرای سابق، درآمد نفت به تزلزل نظام انجامید. اون چه که در مرحله اول نظام رو تضعیف کرد، ناتوانی در جذب درآمدهای نفت بود و ناتوانی در تعیین خط مشی درستی برای کشوری که موقعیتش به کلی تغییر کرده بود. به اصطلاح اون زمان که در محافل حاکم گفته می شد، دستگاهی که برای هزینه کردن 2-3 میلیارد دلار در سال آمادگی پیدا کرده بود، ناگهان خودش رو با 13-14 میلیارد و 15 میلیارد و کم کم نزدیک 20 میلیارد دلار روبرو دید و از او فرماند. این البته به صورتی ساده کردن قضیه است، ولی نشان میده ماهیت مشکلاتی که اون موقع باش روبرو بودی. برخوردی که دستگاه حکومتی ایران با مسئله اقتصادی و مسئله توسعه در اون سالها داشت، به نظر من مهمترین عامل بحران سیاسی شد که سرانجام اون رژیم رو در هم شکست. پول نفت که به اون صورت بی‌حساب سرازیر شد به مملکت، همه ضابطه ها رو در ایران برهم زد و تعادلی رو که به هر حال یه رژیمی رو سالها و دهه ها نگه داشته بود به کلی تغییر داد و چیزی به جاش نیاورد که از عهده رویارویی با مسائل تازه، موقعیت تازه بتواند برآید. از این گذشته، افزایش درآمد نفت آنگونه که شاپور بختیار میگوید وابستگی اقتصاد ایران را به غرب بیشتر کرد. اونقدر بود که این بدبختی بیچاره آقای هویدا میگو آه این که نمیشه که ما 45 دفعه کمتر از امریکا چیز صادر بکنیم به امریکا و اونا 45 دفعه بیشتر به ما پول تحمیل کنن. وقتی که هویدا این رو بگه، بنده چه میتونم دیگه بگم که بنده کاملا یادم این سخنرانی که ایشون میکردم اون وقتا. در سال 1352 و در پی جنگ عرب و اسرائیل، با چهار برابر شدن بهای نفت مشکلات اقتصادی تشدید شد. دکتر کریم سنجابی از آوار تورم بیش از هر چیز دیگری یاد می کند. وقتی که این پیش آمد، من مثل این که یک آواری بر مملکت ما وارد شده باشه اینطور فکر افتادم که اگر درست سیاست اقتصادی در مقابل این نباشه، آوار انفلاسیون ایران را در هم خواهد کوبید. و آقای نخست وزیر، آقای هویدا باد میکرد و جیب تکان میداد و جیبم سنگین است، کی پول میخواد؟ به طبیعت امر مبالغی از درآمد نفت صرف امور تجملی شد و با اینکه شاه خود را پرچمدار تجدد میدانست، به نظر دکتر شاپور بختیار این تجددخواهی سطحی و بلند پروازانه بود. در تظاهر به مدرنیسم، نه مدرن کردن این مملکت، هیچ کس رکورد این سیاستی که این 25 سال در ایران ما داشتیم نبود. به بنده بفرمایید، این تیاره های فرانسه و انگلیسی کنکورد، به بنده بفرمایید، خودشون گیر کرده بودند توش. بالاخره به هر زحمتی بود و به زور دو گل مخصوصا گفت به ویلسون من پول میدم و شما بعد به من پول رو بدید. بالاخره 4 تا درست کردن و امریکایی هم کارشکنی تا توانستن کردن. تمام اینها شد، تنها دولتی که بلند شد و گفت من بی کنکوردم نمیشه ایران. آخه شما این روحیه چه روحیه؟ از خود راضی بودن، مگلومن بودن، حالت این که ما درهای دروازه طلایی.
دروازه طلایی کجا، ما کجا، سوئد کجا. بالاخره این حرفا در تاریخ میمونه. شاه به برنامه اصلاحات ارضی خود میبالید و به خصوص در سفرهای خارجی در مصاحبه با خبرنگاران غربی مرتب درباره آن صحبت میکرد. There is now only one policy in our country, which is to follow the program I started with the partition of the government land-owned properties between the cultivators and farmers and peasants. این تنها سیاستی است که برای تقسیم اراضی بین زارعین و کشاورزان باید تعقیب بشود. اما به عقیده کریم سنجابی، برنامه اصلاحات ارضی هرچند طرح مفیدی بود، در عمل به ضرر اقتصاد و کشاورزی ایران انجامید. این سیاست لازمش این بود که وسائلی ایجاد کنند که روستایی را بتوانند در محل حفظ کنند. وسائل عمران و آبادی به وجود بیارند و کارگاه های محلی به وجود بیارند و دستگاه کشاورزی فنی وسیعی که بتوانه همه کارگران روستا را یا اکثر کارگران روستا را جمع کنه نگه داره در اونجا، اینا را نداشتن. به نتیجه زمین کوچکی که کارگر داده بودن، این زمین را با یک تراکتوری اجاره میکرد و بعد از اون دیگه کاری نداشت. چیز دیگری نبود در روستا که به اون مشغول میشه. صنعتی نبود که افراد زیادی را به اونجا بفرستن کار بکنن. اینا بایستی برن به شهرها در اونجا عملگی کنن، اونجا کار پیدا کنن. این بود که شهر تهران، شهر مشهد، شهر اصفهان، شهر شیراز، شهر کرمانشاه و همه شهرهای دیگری جمعیت های فوق العاده خارج از تناسب خودشان پیدا کرد. شاه ایران را در آستانه تمدن بزرگ و جامعی مرفه می دید و انتظار داشت مردم از این رفاه سپاسگزار باشند. اما بالا رفتن درآمد به تنهایی نمی توانست مایه رضایت همه باشد. احسان نراقی به خصوص از بازاریان نام می برد. تعجب می کرد، می گفت اینا که اینقدر منتفع شدن چرا پس مخالفن؟ منم بهش جواب دارم، گفتم قربان منتفع شدن ولی حیثیت اجتماعی ندارن، نقش ندارن در جامعه. شما تمام حیثیت رو برای عده معدودی قائل شدید به نام بخش خصوصی یا به نام خلاصه طبقه جدیدی که آوردید. بازاری ها رو خارج کردید از دوگود. بازاری ها مجبور شدن که با روحانیون بیشتر نزدیک بشن، چون روحانیون بهشون حیثیت میدن و جامعه ما طوریست که یه بازاری که با روحانی هش نش داره در جامعه بیشتر قبولش دارن، کارش راحت تر میگذره، روحانی مسائلش رو حل میکنه، بهش یه نوع مقبولیت اجتماعی هم میده. یکی از این بازاریان حاج محمد شانچی بود. نوع کار جوری بود که بازاری ها میدن کلا سرشون رفته. یک عده خارج از بازار بر اثر خرید فروش زمین و بر اثر کارهای خلاف قاعده و که از گمرک استفاده می کردند و مثلا واردات صادرات دست خود یک عده رجال خارج از بازار بود، اینها همش ناراحتی به بازار ایجاد می کرد دیگه. از تبعیضی که قائل بودند، از نابسامانی که در اوضاع عمومی کشور جاری و ساری بود، مخالفت با حکومت می کردند و منشأ و مبدأ را حکومت می دانستند. اقتدار شاه در امور سیاسی به صحنه اقتصاد نیز کشیده شده بود. به نظر دکتر علی امینی، شاه بدون مشورت با کارشناسان اقتصادی حتی برای امور جزئی فرمان صادر می کرد. متاسفانه میگم یکی از اون گاف‌هایی که می کرد، یکی از این سلام ها که علم ناخوش تو اروپا بود و اینیان بود، اما جلو من رو گفتن که ما تشخیص دادیم که فئودالیته صنعتی از فئودالیته اقتصادی خطرناک تره. بنابراین دو تا ماده اضافه کردیم راجی به کنترل قیمت. من نمیگم کار خراب شد، گفتم این کنترل قیمت کار آسون نیست. به علاوه اگر یادتون باشه مکرر صحبت شده که بین تولید کننده و مصرف کننده یک عده زیادی دلال هستن که اینا میشن روی این ده سال مختلف بود از این بود. خب سرجن تا پایین رفت، این آقای فریدون مهدوی افتاد به جون مردم. اونا بسیدی کی؟ شاگرده دانشگاه رو انداختن که برن رو این مغازه ها نرخ بذارن. آشای دانشگاه که افتن پلی اون شیرازی که
پولو فروش بود، گفتن که چی کنیم؟ گفتن چی شده؟ گفت بچه مدرسه آمده رو چلچرا میخواد نرخ بذاره. این چند چلچرا چیه؟ نرخش چیه؟ گفتن چی کار کردی؟ گفتم به 500 من میگی برو بکار. رشوه و فساد مالی در هیئت حاکمه و دربار از شکایت‌های عمومی بود. احسان نراقی دلائل و سوابق آن را بیان می‌کند. وقتی که رضا شاه از کشور خارج شد در شهریور 20 تمام داراییشو به صورت هبه واگذار کرد به محمد رضا شاه و بعد او رو بهش تکلیف کرد که دیگه اداره خانواده و زنها و فرزندان به عهده اوست. خب بنابراین حالا اون موقع اوائل البته محمد رضا شاه آدم خیلی دست و دلبازی بود و عطیه ملوکانه تشکیل شد و به شهرهای مختلف که دچار کمبود مواد غذایی بودن کمک میکرد، برای خاربار یعنی هست مسار 21-22 بیمارستان کمک به وکلا میرستن پلوش مناسبات مختلف، مثلا بعد به احزاب سیاسی کمک ها میکرد و این بود که به خانوادهش کمتر میرسید. خانواده خب یواش یواش شروع کردن یه عده اطراف اینا رو گرفتن و اشخاص استفاده جور که بیاین در کارهای مختلف شریک بشید و اینها. خب شاه هم بدش نمیاد، میگه خب برن به این ترتیب یه آیدی داشته باشن و اونقدر هم کارهایی نبود که چشمگیر باشه و اثر در سیستم اقتصادی مملکت داشته باشه. ضمناً هم شاه اصولا نسبت به فعالیت سیاسی خانوادهش بدگمان بود، کمایی که مثلا عبدالرضا که از همه برادراش درس خونده تر و فهمیده تر بود، چون دکتر مصدق نسبت بهش توجهی داشت سالهای اول تقریبا مغضوب بود. مزامی که شاه نسبت به وضع سیاسی برادر خواهرش نگران بود، برای اینکه رفع این نگرانی بشه ترجیح میداد که اینها مشغول کارای مالی باشن. بعد یه علت دیگه این که شاه رو مشاورین خودش و درباری ها که دنبال مالندوزی بودن مرتب بهش این فکر رو میخوندن که آقا مهم پیشرفت مملکت هست و توسعه اقتصادی و خب توسعه اقتصادی ریخت و پاش داره و اینا، و برابری مهم نیست دیگه، مهم مثلا ساختن یه فرودگاه در یه شهری حالا چقدر کی بهره برده اهمیت نداره. و به تدریج قبح این عمل و این به قول خودشون کمیسیون بازی رو، کمیسیون گرفتن رو از بین برده بودن. و به گفته دکتر علی امینی همین حق العمل و کمیسیون گرفتن ها بود که بر نارضایی ها می افزود. همین کارا واقعا تا مردم رو برنگی که بمونی که بس شاهه. این حرف رو گفتم اگه دوزی میشه خب اینه تمام بیمه داری بی خود حساب شما گذاشتن. به هر کسی بود آبه ما چما که کسی نیست. نه واقعا گیر کرده بود بین اشخاصی که خب یا شعورشون کم بود یا منافع خودشون رو ترجیح میدن منافع من کرد. به ما که در حویدا خدا بیامرزه گفت من بالاخره نخواست از خودم پیدا کردم. تو حویدا بود من منشی هم، من کاری نیستم، هرچی ام بفرمه. این گوه چه کار داری؟ زندگی خودتون میکنی. اینم واقعا خوشش میاد که زندگی شاهانه داشته باشه، تفریح و فلان تجربه. این بود که ول کرده بود به حال خودش. حتی زمان خود من راجع به اقبال شاه میگفت که بعد گردش هم فیلم کرد عکس من شد. یعنی این خب زمان خود من بود که میگفتم رها من نخست وزیرم، شاه کار می حرفانه داره و هیچ کدوم از شاهزادهام حق تلفن کردن به وزارت خارجه نداره. چه ابدا همیشه به قرآن بزار من تلفن کرد فلان کرد قبل از آمدن شما من سفارش یه دونه ماشین دادم، ماشین چی چی از این کشاورزی حالا عرضه میدم. گفتم خیلی خوب استثنا میدم باید از این کارا نکنی تا ما زمان حال بعد خودتون میدونید. ولی یه جلسه مهمونی بود شاد و فاطمه به من گفت که یه کسی رو توصیه کرد گفت ما کار نداریم. گفت تا کی میفهمید نه وزیر کار عطا الله خسرو بود آوردم گفتم جواب خانم خود شما بید کار کجا بود کار بچه بود یه دو تا شش قبول نمیکردیم ابدا هیچ کدوم. اما برای خود شاه به گفته احسان نراقی مسئله فساد مالی اجتناب ناپذیر و قابل اغماز بود. در این حال شکوه و جلال سلطنت برای او جاذبه بیشتر داشت. شاه یه مقداری هم مثلا خریدایی که میکرد از خارجی ها و اینا برای
پرستیژ و اینها بود، براش فقط مهم نبود، میگفت خب به اشخاص برسه، به دولت ها برسه، شاهان مخلوع رو مثلا اطراف خودش نگه داره، میدونم به اشخاص متنفذ در دنیا پول برسونه، مشاور زیاد داشته باشه، این چیزا براش مهم بود. اینو هم مادهش مستعد بود، هم خارجی ها برای استفاده خودشون به این ترتیب او رو تشویقش کرده بودن که مهمه چی کارا، خب کارهای بزرگ کمیسیون داره، حق حساب داره، اشکال نداره چرا بقیه برن، چرا خواهر نبره، چرا نمیدونم قوم خوشحال نبرن. و بعد میگفتش که خب بقیه مگه بازاریا کم استفاده کردن، مثلا خودشو با بازاری مثلا مقایسه می‌کنه، قربان شما علاحضرت که خانواده شما که برون که بازاری به ناحق صاحب 100 میلیون شده باشه، این دلیل بر نمیشه که خاندان پهلوی این کارو بکنن. بعد نمیدونست، ولی من به یادم هست که قبلا با اولیا حضرت با فرح هر وقت صحبت میکردم با شهبانو، او متوجه موضوع بود. حتی یادم هست یه باری که با ایشون دو سه سال قبل از انقلاب صحبت کردم، گفت بله من نمیفهم چرا باید به خاطر حفظ 14 15 نفر آخر سر بچه های من فدا بشن. یعنی متوجه بود دیگه که آخر این کارا به کجا میکشه. ولی شاه اصلا عقیده داشت، اصلا موضوع فساد رو مهم نمیدونست مطلقا. حتی یه روزی هویدا من یه حرفی زد، گفت شاه آمده نوشهر خونه من دیده، بعد حرف که میشه میگه شما که دوست دارین تو مقدونی زندگی کنید، مقدونی به هویدا گفته بود. هویدا میگه فکرش بکن علیحضرت به من هم حرفی زد و اینا، یکم چون بش یعنی هم خوشش اومده بود هم ناراحت بود. خب بالاخره یعنی که تختش کرد، مثلا اون میرفت خونه کسانی که خونه های مجلل داشتن، بریم بپرس از کجا اومده خونه، کی پولش کجا بوده، 5 میلیون خونه ساختن کی ساخته، در یادم مثلا 10 سال پیش نوشته 1 میلیون تومان، حالا مثلا 5 میلیون خونه تومان خونه میسازه، نمی‌پرسید از کجا آمده، هیچ وقت این مطلب مطرح نمی‌کرد. شاه خود در سخنرانی‌هایش صحبت از هماهنگی برنامه‌های اقتصادی می‌کرد. در زمینه سیاست اقتصادی لازم است آهنگ رشد و توسعه اقتصادی متناسب با امکانات مالی و مادی و نیروی انسانی مملکت ادامه یابد و در رفع تنگناها و کمبودها اقدام مؤثر به عمل آید. تا پیشرفت بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگ گردد، باید در تشکیل کلیه عوامل توسعه اقتصادی کوشش شود. نیروی خلاقه و ابتکار بخش خصوصی مورد حد اکثر استفاده قرار گیرد و امکانات لازم برای افزایش کارایی کارگران و کشاورزان فراهم شود. چنین پیشرفتی ایجاب می کند که از اسراف و هدر رفتن منابع کشور جلوگیری شود و تناسب معقول بین مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد مملکت حفظ شود. اما واقعیت وضع به عقیده کریم سنجابی فساد، نابسامانی و بی‌برنامگی اقتصادی بود که سرانجام زمینه را برای تغییرات بزرگ سیاسی آماده کرد. پول بیجا وقتی بیاد اینجور، در نتیجه اینا شروع کردن به یک مخارجی، ارتش بی رویه، هر کس از هر گوشه خصوص از امریکا اسلحه عنوان میکرد یا پیشنهادی میکرد میپذیرفتند و از طرف دلال هایی که غالبا درستی و حقانیت و انصاف ندارن، پاکی ندارن، دروغگو هستن و ارتباط ندارن، و از طرفی هم در داخل وسائطی که پاکی و وطن پرستی و انضباط ندارن، یک هرج و مرجی در خرید اسلحه پیش آمده بود که در واقع اسلحه و لوازم همینطوری به زمین میریخت در ایران دون که معلوم باشه برای چیه، برای چجور باید ارتباط داده بشه به هم دیگر. و دلال ها رو دست دلال ها میرفتن. بعد دولت یک برنامه اقتصادی، برنامه اصلاحاتی شروع کرد که در وسطش موند و پول نداشت و معطل ماند. اصلاحات اقتصادی که کرده بود، اصلاحات کشاورزی سوری بود، رعایا زار این چیزی نداشتن، زار این به شهرها هجوم آوردن. شهرها، شهر تهران که 2-3 میلیون جمعیت داشت به 6-7 میلیون رسیده بود جمعیتش،
و جمعیت بیکار چنان تو شهرها ریخته بود که راهی نبود. اگر روزی سر یه میدانی میرفتید یک عمله پیدا کنید، 20-30 عمله اونجا بیکار مانده بود. تو شهرها میگشتید، تو خیابانا مردم وول میزدن از بیکاری، بیمارستانا جا نبود. به این ترتیب دهات خالی، شهرها پر از جمعیت و مردم ناراضی در حال انفجار. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.